سلام دوستان عزیز، مرسی که همراه ما هستین با یک لایو دیگه با یک همکار عزیز متین جان از فلوریدا. سلام، حال شما؟ خوب هستی جان؟ مرسی عزیزم، ممنون. شما خوب هستی؟ ممنونم، مرسی. مرسی که وقت گذاشتین، دعوت قبول کردین، اومدید. مرسی. ممنون از دعوتت عزیزم. خوشحالم در خدمتتون باشم. ممنونم. منم خوشحال هستم. متین جان، امروز من و متین جان اومدیم در مورد دو تا از موضوعات با هم دیگه صحبت کنیم که به طور مکرر از ما سوال میکنن. اولین موضوع رو اول میخواییم متین جان خودتون رو معرفی کنید برای فالوورهای پیج من. من متین هستم. من یک مادر مهاجر، یک حسابدار هستم. مدت تقریبا 11 ساله که مهاجرت کردم. ساکن فلوریدای امریکا هستم و خیلی خوشحال هستم امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم بتونم اطلاعات خوبی رو بهتون بدم. مرسی. منم خودم رو معرفی میکنم. من ماندانا هستم، در کالیفرنیا زندگی میکنم همراه با همسر و دخترم و در رشته فارمیسی تکنیشن مشغول به کارم و در کنارش هم این بیزینس رو دارم انجام میدم. مرسی از شما متین جان. میشه برای بعضی از دوستان که از ما سوال میکنن که شما چطور محتوا سازی میکنید، از جهت اینکه ریلز درست میکنید، پست درست میکنید و شما چطوری این کار رو انجام میدید، و براشون سوال هست که فکر میکنن خیلی چیز بزرگی هست که ما داریم انجام میدیم، و میخواستم شما یه مقدار در این مورد توضیح بدید که اصلا کلن محتوا سازی در این بیزینس به چه صورت هست. حتما. مادر جان، میخوام بهت بگم که راجع به این موضوع آدم خیلی درستی رو انتخاب کردی، به خاطر اینکه منی که الان روبروی شما نشستم آدمی بودم که قبل از این بیزینس من یک پست سوشال مدیایی از خودم حتی توی هیچ پلتفرم سوشال مدیایی نداشتم. غریب بودم با دنیای سوشال مدیا، در حد یه پیچری از غذا و حالا کارهایی که انجام میدادم دوست داشتم هر از گاهی شاید سالی یه دونه یا دوتا من میگذاشتم و واقعا چیزی میدونستم ریلز هست، پست هست، ولی اصلا هیچ آیدیایی نداشتم که اینا چجوری گذاشته میشه، لایف چجوری باید رفت، اصلا چی هست، چی کار میکنه. خیلی خیلی بیگانه بودم با این دنیای در واقع سوشال مدیا، و وقتی که وارد شدم حقیقتش من هم مثل خیلی از شماها یه مقدار ترس داشتم، ولی وقتی که دیدم همه جا ازش صحبت میشه که ما آموزش هامون گام به گام هست، همه چیز رو برای شما توضیح میدیم و اینکه کوچ داریم، منتور داریم، کامیونیتی فارسی زبان داریم، فکر نمی کردم حقیقتا اینها هم آموزش داده بشه. ولی دوستان ببینید، اینها تماما همه چیز گام به گام به شما آموزش داده میشه. اصلا سرخورده نشین یا فکر نکنید که وای من حالا بلد نیستم، روم نمیشه بپرسم، یا مثلا اصلا تو بیزنس پیشرفت میکنم. دارم میگم من خودم با دو تا لیسانس وقتی که شاغل اینجا وقتی که نشسته بودم واقعا بلد نبودم که اصلا سوشال مدیا رو چجوری باید میدونی هندلش بکنم، بلد نبودم این بیزنس رو چه کار باید بکنم. بنابراین یاد گرفتم. اگه من تونستم یاد بگیرم، شما همتون خواهید یاد گرفت. بنابراین هیچ ترسی از این قضیه نداشته باشید، اینها همش بهتون آموزش داده میشه. ما ها اینجا هستیم که بهتون کمک بکنیم. سوال دیگه که احساس کردم شما جوابش رو میخوای از مادر جان این هستش که آیا باید محتوا سازی بکنیم و محتوا سازیمون باید چی باشه. ببینید دوستان، بله، محتواهای ما در واقع همون کاری هستش که ما انجام میدیم، چیزهایی که ما هر روز میذاریم، پست میذاریم، وایس میذاریم، اطلاع رسانی هایی که میکنیم میشه محتوا. و ما چرا این کارو میکنیم؟ خب ماها همون میگم آموزشگاه‌های مجازی که همیشه گفتیم هستیم، خب داریم برای کار خودمون تبلیغ میکنیم. بنابراین این مثل ویترین یک فروشگاه میمونه.
شما الزاما نیازی به ریلز گذاشتن نداری، الزاما نیازی به پست نداری، الزاما نیاز به اینکه خیلی فشن باشه، خیلی پروفشنال باشه نداری. شما باید راه خودت رو پیدا بکنی که اطلاع رسانی بکنی. و خب توی سوشال مدیا ما هممون به این نقطه رسیدیم که خب سوشال مدیا وقتی داری باش کار میکنیم، راه اطلاع رسانی پست گذاشتن، ریلز گذاشتنه. حالا اینکه هر کسی چی دوست داره اون پست و ریلز رو بگذاره، انتخاب شخصی خود هست. خوشبختانه ماها بلاگر نیستیم که بخوایم از زندگی شخصیمون، عکس‌های شخصیمون، فرزندانمون یا حالا هر جایی که میریم، آشپزی هامون، هر چیزی رو که شما لایف استایلمون، الزاما نیاز نداریم این رو به اشتراک بگذاریم. اگر شما ببینید من، ماندانا جون یا حالا هر همکار دیگه این کار رو میکنیم، عکس از خودمون میگذاریم، از فرزندانمون، از سفرهایی که میریم، اینها میل شخصی ماست. این تأثیری در موفقیت ما در بیزینس نداره. ما میل شخصیمون دوست داریم برای کسایی که ما رو فالو میکنن، هر از گاهی حالمون رو میپرسن، نشون بدیم که امروز کجا رفتیم، حالا من مثلا چند تا بچه دارم، یا میدونی چیزای شخصی زندگی. واقعا این یک پیج بیزینسیه و چیزی که تاثیر میذاره روی موفقیت شما اون اطلاع رسانی هستش که شما از کارتون میکنید. پیج ما همونطور که گفتم یک پیج بیزنسیه. به چه معنی؟ به این معنی که کسی که میاد شما رو فالو میکنه طبعا توقع این رو داره که شما از بیزینس بهش اطلاعات بدید. به خاطر همینه که تو هر پیجی از همکارای ما که میرید همش از این بیزینس صحبت میشه، برای اینکه کار اینها، بیزینس اینها همینه، بیزینس من متین همینه که بیام توی پیجم و شما رو نسبت به این بیزینس آگاه بکنم، شما رو نسبت به این بیزینس در واقع بهتون بگم که یک همچین موقعیتی هست. اگر شما مثل من شرایطتون به من میخوره یا حالا چه میدونم دنبال درآمد اضافه هستین، هر چیزی یه موقعیتی هست. چون من نوعی خودم اصلا نمیدونستم همچین موقعیتی هست تا اینکه یک اد رو دیدم. بنابراین من همون چیزی رو که دنبالش میگشتم رو دارم توی پیجم در واقع ارائه میدم. اینو بهش میگن محتواسازی، که میگم سوی بیزینسیش اگر به سوی بیزینسی حرکت بکنه، در واقع اون چیزی هستش که شما رو موفق میکنه. الزاماً عکس از تصویر شخصی، خانوادگی، مسافرت ها و اینها میل شخصی شماست. اگر دوست ندارید میتونید این کار رو نکنید. و چه بسا خود ماندانا جون میدونن، میتونن حرف من رو تایید بکنن. خیلی از همکاران رو ما داریم که تا به این مدت که ما کار میکنیم، ما حتی وایس ایشون یا حتی صورت ایشون رو ندیدیم. کم نیستن اینطور در واقع همکاران ما، میل شخصیشونه و همچنان هم دارن پرفورم میکنن، چه بسا موفق هم هستن. من خودم از اون دسته از افرادی بودم که وقتی کوچینگ کال رو گرفتم به کوچ هم گفتم محاله من از خودم یک عکس شخصی توی این اینستاگرام یا فیسبوک بگذارم. و حقیقتش خیلی هم با خودم میدونی چالش بزرگی بود برام، ولی بعدا اصلا خودم متوجه نشدم که این چالش برطرف شد و من ورود کردم به دنیای این که از خودم، از وایسم، از صورتم توی سوشال مدیا در واقع عکس بگذارم. هنوز هم من از فرزندم عکس نمیذارم، انتخاب خودش میدونم این کار رو، ولی که راجع به خودم هیچ ممانعتی دیگه نداره. و میگم همونطور که گفتم، مجدد تکرار میکنم، این الزامی برای موفقیت شما نیست، میل شخصی شماست که از هر چیزی که دوست دارید، از هر تصویری که دوست دارید استفاده بکنید واسه محتواسازی، ولی که محتوای شما باید محتوای بیزنسی باشه، چون که پیج ما پیج بیزنسی هست. اگه سوال دیگه ای داری ماندانا جان، من در این باره در خدمتتون هستم. امیدوارم اطلاعاتم کافی بوده باشه. عالی توضیح دادین، ممنونم متین جان. دقیقا همینطوره. اگر که ببینید توی خیلی از همکاران ما در این بیزینس، وقتی که میان صحبت میکنن میگن ما هیچ تجربه سوشیال مدیا نداشتیم. خود من هم به شخصه همینطور بودم، هیچ تجربه سوشیال مدیا نداشتم. شاید هر 6 ماه یک بار یه عکس میذاشتم توی اینستاگرام یا توی فیسبوک و اینطوری که بخوام فعال باشم توی سوشیال مدیا به این صورت نبود. ولی قشنگی این بیزینس همین هست. وقتی شما وارد این بیزینس میشید، کلن حالا اوایلش نه، ولی بعد از مدتی مایندست شما، اون طرز فکر شما عوض میشه و شما یک جورایی رشد میکنید، یک جورایی رشد شخصیتی میکنید. و به نظر من محتوا سازی میتونه یک نوع خلاقیت باشه، یک نوع استعداد باشه و توی بیزینس ما این محتوا سازی انتخابی هست.
هر کس به هر صورتی که دوست داره میتونه اطلاع رسانی کنه در مورد بیزینس، و حالا میتونه از یک عکس استفاده بکنه، متنی بذاره روی اون عکس، یا از عکس خودش استفاده کنه، یا از تصویر خودش استفاده کنه، یا از صدای خودش استفاده کنه. بعضی ها هم به صورت انتخابی انتخاب میکنن که نه از تصویر خودشون استفاده کنن، نه از صدای خودشون استفاده کنن، و چقدر هم در این بیزینس کم نیستن و موفق هستن. و اینا همه انتخابی هست و قشنگی این بیزینس هم همینه. و مهم این هست که هر کس در این بیزینس برند خودش رو داره. هیچ وقت من نمیتونم برند متین جان رو داشته باشم، یک دیگر همکاران رو. من برند خودم رو میتونم داشته باشم و کسانی هم که به من مراجعه میکنن با شخصیت من، با این استایل من مطابقت داره و به من میان، از من میان سوال میکنن. اون آدینس ها و افرادی که حالا همسن من هستن، یا اینکه به هر حال از نظر شخصیتی، از نظر هر چیزی با من مچ میشن و میان و از من سوال میکنن. اینها همه قشنگی این بیزینس هست که هر کس خودش هست و شما نیاز نیست که بلاگر باشید، نیاز نیست که اینفلوئنسر باشید، هر جوری که هستید همون جور پذیرفته میشید در این بیزینس. و صداقت در این بیزینس خیلی مهمه. شما بیاید جلوی دوربین و واقعا صداقت داشته باشین توی گفتارتون، توی کردارتون، و اینها مهمترین چیز هست برای کسی که میخواد شما رو ببینه. و من به نظر من محتواسازی همینه. چیز خاصی، چیز عجیبی نیست که فکر کنیم که واقعا خیلی سخت هست. و همه چیز در اینجا به شما آموزش داده میشه، استپ بای استپ، تمام اون چیزهایی رو که لازم هست در اختیار شما قرار داده میشه. یک سری ابزارها هست، یک سری تولز هایی هست که اونها رو به شما آشنا میکنن و بهتون میگن که میتونید از اینها استفاده کنید برای ساختن پستتون، برای ساختن ریلز هاتون، و چقدر هم آسون و راحت، قشنگ. فقط خلاقیت باید داشته باشین که اون رو درست کنید. و دیگه استفاده از AI هست که این روزها خیلی باب شده و استفاده میکنن، و شما میتونید حتی از فردی مثل خودتون با صدای خودتون به صورت AI در پست هاتون بذارید و محتوا سازی کنید. مرسی، ممنون. خواهش میکنم ماندانا جان. متین جان، حالا خیلی ها سوال میکنن که حالا ما محتوا سازی رو کردیم، استعدادامون رو شکوفا کردیم توی این محتوا سازی، چطور میتونیم در این بیزینس موفق بشیم؟ علت این که افراد میان توی این بیزینس موفق میشن، خیلی ها موفق میشن، علتش چی هست؟ این دوتا سواله. و یکی دیگه این که واقعا علت موفقیت در این بیزینس چیه؟ حتما. سوال اول این که چیکار کنیم که موفق بشیم. همونطور که ما در جون شما گفتین، اولا که دوستان خودتون باشید. وقتی وارد این بیزنس شدین، سعی نکنید فیک باشین، سعی نکنید تقلید بکنید، سعی نکنید فالو کسی دیگه ای بکنید. همونطور که ماندانا جان گفتن، شما، شخص شما، از شما فقط یک دونه هست، با اون منش، میمیک صورت، دیگه براتون بگم بادی لنگویج شما، به هر جهت توی گفتار ما یه حدود خیلی زیادی شخصیت هامون در واقع ریویل میشه. خود شما قطعا ازتون یک دونه هست و خیلی آدم های دیگه این رو میپسندن و با شما کانکت میشن و اینه که شما رو یونیک میکنه. اولین چیز پس اینه که خودتون باشین. دومین چیز اینه که شما استمرار داشته باشید. نه تنها توی این بیزینس، شما دانشگاه هم میرین، درس میخونین، نمیدونم تربیت فرزند دارین انجام میدین، تو همه اسپکت های زندگی ماها هممون باید استمرار داشته باشیم. کسی که استمرار داره، پشت کار داره، گیو اپ نمیکنه، با یه آپ اند داون در واقع نمیلرزه، افرادی هستند که موفق میشن. موفقیت به چه معنی؟ موفقیت من صرفا رسیدن به نتیجه است. چون ماها هممون وارد این بیزنس شدیم
که نتیجهش رو ببینیم دیگه. حالا پروسه به چه شکل میگذره اون دیگه یه چیز کاملا شخصی، هر کس میخواد چطوری بگذروندش، ولی نتیجه نهایی این هستش که ما به یک آرامش خاطری برسیم به خاطر اینکه درآمد کسب کردیم. پس برای کسب درآمد استمرار و پشت کار خیلی قابل در واقع خیلی بولده، خیلی باید حتما داشته باشیم. و اینکه گفتین که چرا افرادی که میان درس، یعنی تو این بیزینس چرا انقدر درصد کسایی که موفق میشن خیلی زیاده، ما این هستش که چه خصوصیاتی این بیزینس داره که میشه درش موفق شد. دقیقا آره، میخواستم همینو بگم. علت اینکه خیلی تعداد زیادی ما افراد موفق تو این بیزنس داریم، نوع نیچر این بیزنسه. ببینید دوستان، این بیزنس بیزنسی هستش که خیلی بیسیکه. علم خاصی نباید براش داشته باشی، دانش خاصی نباید براش داشته باشی که بیای توش و مثلا موفق بشی. من همیشه گفتم علم فیزیک و شیمی و ریاضی نیست، یا مخصوصا علم هنر نیست که مثلا یه عده افراد خاص رو در بر بگیره. اینطوری نیست. یه چیز بیسیک که حتی همکاران ما خیلی هاشون هستن که اصلا تحصیلات حتی دبیرستانی دانشگاهی ندارن و دارن موفق میشن. حتی همین اخیرن که همین دوستمون که من استوریش رو اتفاقا امروز گذاشتم، ایشون یه آدم دیپلمه است و ببینید چقدر پیشرفت کرده تو 7 سال که انقدر به مرحله از درآمد رسیده که میتونه تا عمر داره حتی یک روز هم کار نکنه. پس ببینید این آدم آدمیه که تحصیلات دانشگاهی نداره، حرفه خاصی نداره، یه آدم معمولی مثل من، شما، ماندانا جون و خیلی کسای دیگه، و ببینید موفق شده. چرا؟ علتش این هستش که بیزنس بیزنسی هستش که واقعا بیسیک ساده داره، نیازی به علم خاصی نداره. این بیزنس بیزنسی هستش که اگر شما ترینینگ ها رو فالو بکنید، خب ببینید ترینینگ های شما دائما آپدیت میشه، نصف شب، کله سحر، هر وقت دلتون بخواد این بازه برای شما. تا مادام العمر که بیزنس آیدی شما اکتیو هست، شما به اینها دسترسی دارید، هیچ نیازی هم نیست که ریفیلش بکنید. بنابراین همه دارن ازش استفاده میکنن و از لانگ است که شما اینها رو فالو میکنید و هر موقع که مشکلی دارید رجوع میکنید بهش، میتونید تو این بیزنس موفق بشید. کوچ و منتوری که ما داریم انقدر 24 ساعته ساپورتیو هستن، هر سوالی داشته باشین، هر جایی گیر بکنین، در واقع میان بهتون سوال رو جواب میدن. اصلا خارج از این کامیونیتی ایرانی وقتی زوم ها و مستر مایند هایی که به طور قاره ای داره برگزار میشه، این مستر مایند ها از همه جای این کره خاکی میان توش و دارن شیر میکنن که چی کردن که موفق شدن، راه و مسیر رو به شما نشون میدن، اشتباهاتی که کردن رو به شما متذکر میشن که انجام ندید. خب اینا خیلی تاثیرگذاره تا این بشه که مثلا من بشینم یه بیزنس ایران بکنم که هیچ آیدیایی ازش ندارم، به یه نفر میخوام ریچ اوت بکنم، مثلا نمیدونم کجا باید برم. ماها لوکیشن داره کمپانی اسپانسر ما در همه جای خیلی در 40 فکر کنم 6 ماه دانا جون درسته؟ بله 46 کشور لوکیشن داره. شما میتونید صبح پاشید برید اونجا. شعبه داره توی 26 کشور. بله 26 کشور، مرسی. 46 تا شعبه رو شما میتونید واکین بکنید، بهش بپرسید، ایمیل میتونید بزنید، نه به کامیونیتی خودتون، نه به اون کامیونیتی قاره‌ای، به خود کسی که نشسته اونجا از طریق کمپانی و مسئول این هستش که به جواب همه ماها، به سوالات همه ماها جواب بده. این خودش خیلی ساپورت خوبی هستش که شما سردرگم نمیمونید. من میخوام بگم که اگر شما یه چاله ای هم بیفتی 10 نفر میفتن توش و شما رو میکشن بیرون. بنابراین به نظر من نیچر این بیزینس و اینکه چطور اصلا میدونید پلن شده، من یه موقع بهش فکر میکنم خیلی شیرینه. کسی که این رو در واقع استبلیش کرده، قسمت آنلاین این بیزینس رو، چقدر سمارت و چقدر آگاهانه تصمیم گرفته که همه اینا رو بهش فکر کرده. درسته که ما آنلاین کار میکنیم، ولی اینطوری نیستش که ما هیچ کدوممون همدیگر رو نبینیم، هیچکی نباشه مثل حالا کار آفلاین که بری بگه هی گود مورنینگ، نمیدونم خوبی و اینا. نه، ما در کانتکت هستیم. اتفاقا چه بسا خیلی بیشتر شغل آفلاین دیگه کانتکت داشته باشیم. میگم همون زوم ها، مستر مایند ها، اینکه دائما با هم چت میکنیم، سوالاتمون رو میپرسیم، سوالای بیزنسی داریم، چقدر گدرینگ داریم. بنابراین اینا همش هم فانه، هم در واقع داره شما رو سوق میده به سمت اینکه بیزینستون رو راحت تر و روان تر بگردونید. من احساس میکنم علت این همه موفقیت توی این بیزینس، خیلی درصد افراد خیلی کمی هستن که موفق نمیشن و خب میگم همیشه هیچ جا تضمینی وجود نداره برای موفقیت، چون یه بنده خدایی
من شنیدم میگفتن که یه نفر اومده بهشون گفته که چه تضمینی هست که من تو این بیزنس موفق بشم. ببینید دوستان، هیچ کجای دنیا هیچ چیزی تضمینی نیست، این خود آدمه. ما میگیم شرایط و بستر برای شما در واقع همواره برای شما هست، پروواید شده براتون، شما بیاین توش استفاده بکنید و در واقع خودتون ایگر داشته باشید، خودتون پشت کار داشته باشید و بهش برسید. بستر سازی رو انجام داده شده برای شما، ما منظورمون این هستش. بنابراین با وجود این بستر مناسبی که فراهم کرده این کمپانی برای کسانی که آنلاین پرفورم میکنن مثل من، ماندانا جون، همکارای دیگه، موفقیت خیلی درصدش بالا رفته و دیگه اون یه مقداری هم که متاسفانه موفق نمیشن یا حالا سرعتشون کمه، همشون به خاطر اون وقتی هست که خودشون میذارن، انرژی هستش که تو این بیزنس میذارن و به تبع مایندستشون که خیلی مهم هست. اگر اینها رعایت بشه، به نظر من از خودم رو دارم میگم، موفقیت من 100% هست. دقیقاً. مرسی مرسی، عالی و خوب توضیح دادین. و یکی دیگه از علتهای موفقیت در این بیزینس باور به خود هست، هم باور به خود و هم باور به سیستم. و حالا نه تو بیزینس ما، تو هر بیزینس دیگه ای، شما اگر که شکست بخورید، اونهایی موفق نمیشن که کویت میکنن، ولی اگر شکست خوردید ادامه دادید، مطمئن باشید موفق میشید. یعنی ادامه دادن بعد از شکست، اگر ناامید نشید و شکست رو بپذیرید و ازش درس یاد بگیرید و ادامه بدید، شما مطمئن باشید موفق میشید. و اونهای موفق نمیشن که از این شکست درس نمیگیرن و ناامید میشن و اینکه ادامه نمیدن، علت شکست هست. دقیقا تو هر بیزینسی شما نیاز دارید که پشتکار داشته باشید، استمرار داشته باشید، و استمرار داشتن خیلی مهمه و اینکه به خودتون ایمان داشته باشید که شما میتونید. ولی حالا دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نداره. یه چیزی میگنه کلام شما جان، اگر 216 هزار نفر توی این کره خاکی این بیزنس رو دارن، بهش جمع شدن و موفق شدن، اگر یک نفر مثل میگم همون همکار عزیزمون که خیلی پیچید توی جامعه ایران، این روشون اصلا ایرانی هم نبودن، اگر موفق شده، ماها هممون باید به خودمون بگیم که چرا من نمیتونم موفق بشم. بنابراین این همش به خودمون بستگی داره. اگر یک نفر تو این کره خاکی بدون یه چیز رو موفق بشه، قطعا همه ما هم میتونیم. دقیقا همینطوره. فقط این رو هم بگم که توی این بیزینس افرادی رو داریم که اصلا زبان انگلیسیشون خوب نبوده، افرادی داریم که اصلا تجربه سوشیال مدیا نداشتن، افرادی رو داریم که سن الان 70 سال رو دارن، ولی با این وجود موفق شدن. اینا هیچ کدوم مانع نمیشه که شما موفق نشید یا اینکه بهانه باشه. هیچ وقت این نها و این بهانه ها رو کنار بذارید و سعی کنید که اقدام کنید، عمل کنید و خودتون میبینید که وقتی وارد میشید و اینقدر مزایا داره و اینقدر امکانات در اختیار شما قرار میگیره که شما هم میتونید موفق بشید، مثل اون 216 هزار نفری که دارن فعالیت میکنن در سوشیال میدیا و همه دارن از این بیزینس اطلاع به این در مورد این بیزینس اطلاع رسانی میکنن و همشون فقط باور به خود دارن. و هیچ کدوم اگر ازشون همون سالهای اول بپرسین، توی مستر مایند ها میان میگن یا توی وبینار ها میان میگن، از سرگذشتشون میگن، هیچ کدوم اصلا تخصصی نداشتن در این کار و زبان انگلیسیشون هم بسیار بسیار بد بوده. و این خصوصیت رو این بیزینس داره که شما وقتی وارد میشید، حتی زبان انگلیسیتون رو هم خوب میشه و اینقدر این ارتباطات قوی هست و گروه ساپورتیو هست که حتی از نظر روحی هم خیلی از قبل بهتر میشید و یک خانواده میشید در این بیزینس. و این خیلی مهم هست با همین زوم هایی که میگذاریم، با همین مسترمایند هایی که نگاه میکنیم، اینا همه ارتباطاتی هست که ما در این بیزینس داریم. حالا برای اون دسته از افرادی که دوست دارن وارد این بیزینس بشن و نمیدونن باید چه مراحلی رو طی کنن، باید چه کار کنن، این بیزینس ما میگیم که جای درستی هست. فقط شما باید بیاید،
تحقیق کنید، بررسی کنید و خودتون با تحقیقات خودتون وارد این بیزینس بشین و یک تصمیم درست بگیرید. تا زمانی که فقط وبینارها رو ببینید و 10% فقط اطلاعات رو شما دارید و خودتون رو کنار بکشید، دیگه همینقدر اطلاعات کافی هست و همینطور بیان توی لایف ها، توی پست های دیگران بگردید، هیچ اطلاعات بیشتری پیدا نمی کنید. چون ما فقط در همین حدی که میایم اطلاع رسانی می کنیم، در همین حد به شما میتونیم اطلاعات رو بدیم. 80% اطلاعات در دوره آزمایشی هست. اگر شما میخواید، جدی هستید، واقعا دوست دارید که یک درآمد جانبی برای خودتون داشته باشید، باید بیاید تو دوره آزمایشی. اونجا همه اطلاعات و جزئیات این بیزینس رو میبینید، از نحوه درآمدزایی، بیزینس مدل و شرکت، اسم شرکت، تاریخچه شرکت، محصولات خوب این شرکت که برای سلامتی مفید هستن، آیزو دارن و هلت گرید هستن. و خیلی ها واقعا میان توی این بیزینس فقط برای اینکه از محصولات این بیزینس استفاده کنن. دیگه میاید، اگر دوست داشتید 30 روز فرصت دارید که تصمیم گیری کنید. اگر دوست داشتید میاید و بیزینس خودتون رو شروع میکنید، سرمایه گذاری میکنید، آیدی نامبر میگیرید و رسما بیزینس اونر میشید و پکیج آموزشی برای شما باز میشه با کوچ و منتور. و اگر دوست نداشتید، این 149 دلار به شما برگردونده میشه و شما این ریفاندبل هست و واقعا هیچ ریسکی نداره این بیزینس. فقط اطلاعات رو میگیرید و خارج میشید و وارد یک گروه VIP فیسبوک میشید که شما پتانسیل درآمدزایی ها رو میبینید و اونجا میتونید با اونها در ارتباط باشید، ازشون سوال کنید، نحوه درآمدزایی رو بپرسید و بعد تصمیمتون رو بگیرید، با محصولات خوبش هم آشنا میشید. اگر که دوست داشتید دیگه، این راهی هست که باید بیاید. اولین قدم همیشه یک مقدار سخت هست ولی سرنوشت سازه. 100%. من اینجا شما اگر چیزی دیگه ای دارید اضافه کنید. نه همه چیز رو مالانا جان گفتین. فقط just to be clear، اگر دوست داشتین راجع به این بیزنس بیشتر بدونید، حتما اسم و ایمیلتون رو به مالانا جان یا به من، ما هر کدوممون پیج داریم، وبسایت داریم، یا خودتون برید داخل وبسایت همون ثبت نام بکنید، اسم و ایمیلتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه به ما در واقع دایرکت مسیج بدین و ما این کار رو براتون خواهیم کرد. و اینکه شما باید وبینار رو اولی مرحله این هستش که وبینار رو واچ بکنید و علت ایمیل همین هستش که این وبینار حجم بالا داره و هیچ فرمت دیگه این رو هندل نمیکنه. به خاطر همین هست که ما از شما اسم و ایمیل میخوایم. و اینکه وقتی که وارد شدین دیگه، همونطور که ماندانا جان گفتن، اگه هر سوالی داشتین، ما کم کم هر کدوم از ماها که با هر کدوم از ماها بیاین که منتورتون میشیم، در واقع شما رو پله پله هر سوالی داریم جواب میدیم و پله پله میگیم که مرحله بعدی چی هست. ولی اولین مرحله همین هست که شما وبینار رو تماشا بکنید، براش هم اسم و ایمیل لازم هست. من دیگه چیزی ندارم اضافه بکنم. ماندانا جان میتونم خداحافظی کنم؟ بله، مرسی متین جان از وقتی که گذاشتید، مرسی که دعوت رو قبول کردید و اومدیم این موضوع رو مطرح کردیم و امیدوارم برای بینندگان هم اطلاعاتی که دادیم مفید بوده و ممنونم از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن توی این لایو. مرسی، ممنون از دعوتت مانا جون، ممنون از همه کسانی که با ما همراه بودن. روز و روزگار خوش، ایام بهتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.